سلام به همگی، امروز قرار فیلم ترسناکی رو بهتون معرفی کنیم تحت عنوان آرایشگر. داستان فیلم درباره زنیه که به خاطر تحقیر شدنش پوست سر مشتریاشو میکنه. بریم با همین فیلم رو ببینیم، با من همراه باشید. فیلم از جای شروع میشه که آرایشگری به نام کلر میره تا برای مشتریش که اسمش ساراست یه لیوان آب بیاره و بعد شروع میکنه به رنگ کردن موهاش. زنه گرم صحبت کردنه و ناراحت از اینه که به خاطر شرایط کاریش از خونه دوره و شوهر و پسرش هم از نبودنش خوشحالن. وقتی کلر یکم با سارا صمیمی میشه، زنه سعی میکنه سرتر برخورد کنه ولی همچنان باهاش درد و دل میکنه. اون نگاهی به اطرافش میندازه و متوجه میشه که آخرین نفر توی سالونه، اما به صحبت کردنش ادامه میده و میگه وقتی داشته توی شهر میچرخیده اسباب بازی سر کوچولو رو خراب کرده. سارا به کلر میگه اون تنها کسیه که از این راز خبر داره، چون اون یه غریبه است. به نظر میرسه این حرفش باعث میشه کلر کمی ناراحت بشه. زن آرایشگر در حالی که محو زیبایی موهای مشتری شده، لیوان از دست سارا میفته و بیهوش میشه. کلر میره سراغ کشو و پرده رو برمیداره و باهاش شیشه های مغازه رو میپوشونه. بعد وسایلای مورد نیازش رو از کشو برمیداره و یه موتور رد میشه. مرسی موتور. بعد وسیله های مورد نیازش رو از کشو برمیداره و میره سراغ سارا. اون موهای زنه رو به همراه پوستش از سرش جدا میکنه و میذاره روی سر مانکن. برمیگردیم به کلر که تو راه برگشت به خونه است. وقتی وارد خونش میشه به طول سگش سلام میکنه و میره به سمت زیرزمین. کلر شمعی روشن میکنه و میبینیم که اون کلکسیونی از موی سر واقعی داره. اون موی جدید رو درست روی کمد کنار آینه میذاره و در حالی که داره نوازشش میکنه شروع میکنه به گریه کردن. کلر موی جدیدو میذاره روی سرش و خودش رو توی آینه نگاه میکنه. خند میزنه و سعی میکنه مثل سارا رفتار کنه. صبح روز بعد کلر از خواب بیدار میشه و پیامی از دوستش اولیویا دریافت میکنه که برای روز عروسیش نیاز به کمکش داره تا موهاشو درست کنه. همینطور که مشغول راه رفتن توی خیابونه، مجذوب موی غریبه هایی میشه که از کنارش عبور میکنن. وقتی توی صف وایساده تا قهوهشو بگیره، متوجه میشه هنوز یه قطره خون رو کفششه. بنابراین سری پاکشون میکنه و بعد گرفتن قهوهش از اونجا خارج میشه. در همین حال اولیویا که تو حمومه میخواد به کلر زنگ بزنه تا ازش کمک بگیره. اون به دفتر کارش میره و در اونجا با یکی از همکاراش در مورد اینکه قراره کلر موهاشو تو روز عروسیش درست کنه صحبت میکنه. در طول روز اولیویا وقتشو با صحبت کردن با همکارش میگذرونه، در حالی که کلر زندگی آروم و انفرادیشو داره. هنگام عصر اولیویا پیامکی از دوستش کلر دریافت میکنه مبنی بر اینکه درخواستشو قبول کرده. وقتی در حال برگشت به خونه است، زن آرایشگر توی ماشینش نشسته و اولیویا رو تحت نظر داره. روز بعد کلر همکارش رو که داره به موهای مشتری رسیدگی میکنه تماشا میکنه و مشغول خیال پردازیه تا اینکه اولیویا از در وارد میشه. کلر به دوستش اطمینان میده که روز عروسی موهاش عالی خواهد بود و موهای زنه رو مرتب میکنه، در حالی که محوشون شده. وقتی کلر کارش تموم میشه، دوستش ازش دعوت میکنه که شب بیاد خونش تا لباس عروسیشو بهش نشون بده. اون از اینکه توسط یکی از صمیمیترین مشتریاش به خونش دعوت شده احساس ناخوشایندی داره و البته کمی هم گیجه، چون نمیتونه توی این زمینه ها کمک کسی باشه. شب فردا میرسه، کلر با یه بطری شراب و در حالی که خیلی مضطربه وارد خونه اولیویا میشه. بعد از اینکه هر دو تا به سلامتی همدیگه مینوشن، زنه میره تا لباسشو بپوشه و کلر هم خودشو با وسیله های دوستش سرگرم میکنه. وقتی اولیویا ازش درخواست کمک میکنه، کلر سلی شال گردنشو توی کیفش میذاره و متوجه کلید خونه میشه که توی آشپزخونه آویزونه. اون به دوستش کمک میکنه تا لباسشو تنش کنه و بعد چند تا عکس ازش میگیره. همچنان که محو موهای اولیویا شده، زنه ازش میخواد کمکش کنه تا لباسشو در بیاره. بعد هر دو میرن طبقه پایین. زن آرایشگر بیشتر در مورد زندگی شخصی اولیویا میپرسه و اون هم از کلر درباره زندگیش سوال میکنه. مشخصه که اون به پرسیدن اینجور سوالا اصلا عادت نداره و هرچی بیشتر جواب میده، اولیویا بیشتر به زندگی غم انگیزش پی میبره و در آخر دلداریش میده و میگه حتما خانوادهش بهش افتخار میکنن. در این لحظه نامزد اولیویا سعی میرسه و صحبتشون قطع میشه. با اومدن چارلی، کلر معذبه، بنابراین ترجیح میده محل رو ترک کنه. وقتی سوار ماشین میشه، به نظر میرسه زیاد راضی نیست و از اینکه مجبور شده جلوی بقیه نقش بازی کنه ناراحته. بنابراین میره سراغ دختری که توی کافی شاپ کار میکنه. اون به صورت تصادفی قربانیاشو انتخاب نمیکنه و میره سراغ کسایی که باهاش خوب بودن. بعد از اینکه کلر نوشیدنی دختره رو مسموم میکنه، کافی شاپو ترک میکنه و بیرون منتظر میمونه. وقتی دخترک میاد بیرون تا زباله ها رو توی سطل آشغال بندازه، بیهوش میشه. زن آرایشگر اونو میکشه داخل و در حالی که داره پوست سرش رو جدا میکنه، ناگهان دختره به هوش میاد و ازش میپرسه که چه اتفاقی افتاده. اما کلر اونقدر بهش چاقو میزنه تا بمیره و بعد شروع میکنه به تمیز کردن دور و برش. اون به زیر زمینش برمیگرده و همه چیزو میپوشونه و درشو قفل میکنه. بعد از یه خواب راحت، کلر به زندگی عادیش برگشته و به اولیویا پیام میده که به جشن مجردیش میاد. همون شب
قبلن آرایشگر مردی رو میبینه که وارد سالن شده و ازش میخواد که اعلامیه مربوط به دختر گم شده رو توی مغازه بچسبونه و کلر کمی دچار وحشت میشه، اما نه اونقدی که دست از کاراش برداره. شب بعد کلر داره خودشو برای مهمونی آماده میکنه که توی راه اعلامیه های دختر گم شده رو میبینه و بیخیال از کنارش رد میشه. کلر توی مهمونی اولیویا و دوستاشو میبینه که همگی مشغول رقصیدن و نوشیدنن و اوقات خوبی رو با هم میگذرونن. به جز اون، زن آرایشگر و اولیویا لحظه‌ای با هم تنها میشن و اولیویا شروع میکنه به درد و دل کردن باهاش و کلر بهش اطمینان میده که عروسی عالی برگزار میشه. زن در ادامه بیان میکنه که چارلی رو دوست داره، اما احساس میکنه اون گاهی اوقات بهش توجه نمیکنه. کلر برای پاک کردن لکه روی لباسش خودشو به دستشویی میرسونه. در همین موقع بعضی از دوستای اولیویا بدون اینکه متوجه حضور کلر بشن میان داخل. اونا در مورد کلر با همدیگه صحبت میکنن و میگن چرا دوستشون آدم عجیبی مثل کلر رو به مهمونیش دعوت کرده. زن آرایشگر از شنیدن این حرفا خیلی ناراحت میشه و مهمونی رو ترک میکنه. در حالی که توی ماشینش بیرون منتظر نشسته، همکار اولیویا رو تا در خونش دنبال میکنه. کلر یواشکی وارد خونش میشه و میبینه که زنه به همراه دوست پسرش روی مبل بیهوش شده. اون عکسای از زنه به همراه اولیویا رو میبینه و بعد میره داخل حموم. همینجوری که ایستاده یه دفعه متوجه میشه زنه از خواب بیدار شده و داره میاد سمت دستشویی. پس سری خودشو پشت پرده قایم میکنه و تو فرصت مناسب از اونجا خارج میشه. روز بعد زن آرایشگر در مورد عروسی به اولیویا پیام میده و اون هم مثل یه دوست معمولی جوابشو میده. وقتی کلر میخواد آرایشگاه رو ترک کنه، پوستر دیگه‌ای از دختر گمشده رو میبینه در حالی که یکی از مشتری‌ها هم بهش خیره شده. اون که کمی ترسیده، با عجله میره بیرون و خودشو به خونش میرسونه تا بخوابه. صبح روز بعد استوری اولیویا رو میبینه که داره در مورد زندگی عاشقانه‌اش صحبت میکنه. کلر که انگار ناراحت و عصبانی گوشیو پرت میکنه. شب هنگام وقتی اولیویا از محل کارش خارج میشه، میفهمه کلر توی ماشین منتظر نشسته. زن آرایشگر بهش میگه اومده تا ببینه کمک دیگه‌ای ازش برمیاد. اولیویا کمی نگران میشه و تعجب میکنه از اینکه کلر چطور محل کارشو پیدا کرده. کلر بهش توضیح میده قبلا در این باره صحبت کردن و یادش بوده و در ادامه بهش توصیه میکنه بهتر ازدواج نکنه. اولیویا که از این حرفش عصبانی شده بهش میگه که پاشو از گلیمش دراستر نکنه و بعد از اونجا دور میشه. صبح روز بعد کلر که خیلی ناراحت و عصبیه چند بار با اولیویا تماس میگیره تا باهاش صحبت کنه، اما در نهایت چارلی تلفنشو جواب میده و اون منمن کنان ازش میخواد که با اولیویا حرف بزنه تا سوء تفاهم رفع بشه. زن آرایشگر بیرون از خونه اولیویا ماشینشو پارک میکنه و وارد منزلش میشه. وقتی میرسه طبقه بالا میره سراغ کمدش و لباساشو امتحان میکنه. خودشو توی آینه وارسی میکنه و طوری رفتار میکنه که انگار اون اولیویاست. بعد روی تخت دراز میکشه که یک دفعه متوجه میشه اولیویا با یکی از دوستاش وارد خونه شده. کلر با همون لباس خوابی که تنشو از پنجره همون فرار میکنه. وقتی به خونه برمیگرده در زیرزمینو باز میکنه و با عجله تمام ملافه‌ها رو برمی‌داره. بعد اینکه خودشو توی آینه تماشا میکنه، با وسواس به کلکسیون موهای سری که توی این مدت جمع کرده نگاه میکنه. اون سعی میکنه خودشو با موهای قبلی سرگرم کنه، اما حرفای اولیویا از ذهنش بیرون نمیره. کلر که عصبانیه، یک دفعه به ذهنش میرسه که چه کاری انجام بده. اون سوار ماشینش میشه و میره خونه یکی از دوستاش. وقتی وارد میشه زنه رو میکشه و پوست سرشو برمی‌داره. کلر موهای جدیدو میذاره روی سرش و در حالی که جلوی تلویزیون نشسته، مشغول به خوردن میشه و دیوانه وار میخنده و اینطوری شبشو میگذرونه. توی صحنه بعدی کلر داره خودشو برای عروسی اولیویا آماده میکنه. اون طبق عادتش میره تا قهوه صبحگاهیشو بخوره. وقتی وارد محل میشه، شیشه جمع‌آوری آنا رو برای برگزاری مراسم تدفین دختر گمشده میبینه. وقتی به اطرافش نگاه میکنه، متوجه عکس خودش میشه که به عنوان مظنون روی درب چسبونده شده و موقع خروج پارش میکنه. اون راهی عروسی اولیویا میشه و در اونجا چارلی رو میبینه و ازش میخواد که مواظب دوستش باشه. بعد پشت سر اون وارد میشه و اولیویا هم از دیدنش خیلی خوشحال میشه. کلر وقتی موهای اولیویا رو درست میکنه، دختر کوچولی توی اتاق توجهش رو جلب میکنه. وقتی کار کلر با موهای دختره تموم میشه، میره سمت دستشویی. در این موقع اون چارلی و اولیویا رو با هم میبینه که عاشق همن و احساس خوبی بهش دست میده. هنگامی که داره توی سر اولیویا رو درست میکنه، اولیویا بابت رفتار دیشبش ازش عذرخواهی میکنه و کلر هم شروع میکنه به گریه کردن. در حالی که مهمونا تو راهروی کلیسا منتظر نشستن، عروس به همراه ساقدوشاش وارد میشه و در پایان روبروی داماد میایسته. چارلی وقتی تور عروس رو بالا میزنه، کل کلیسا میترسن و همگی وحشت زده از اونجا فرار میکنن. در این زمان کلر یاد حرفای اولیویا میفته و سعی میکنه مثل اون رفتار کنه و در اینجا فیلم به پایان میرسه. کلر شخصیتیه که به خاطر دست و پا چلفتی بودنش همیشه مورد تمسخر دوستاش قرار گرفته و به آدمی منزوی و غیر اجتماعی تبدیل شده. اون همیشه به زندگی دیگران نگاهی حسرت آمیز داره و این حسادت باعث میشه تا نتونه خودشو کنترل کنه و تنها دوست صمیمیش اولیویا رو هم میکشه. فیلم آرایشگر که دستایلیست در ژانر ترسناک و درام محصول سال 2020 و ساخت کشور آمریکا به کارگردانی جیل گوارگیزیانه. خب دوستان، نظر شما در مورد این ویدیو چی بود؟ لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنید. زنه میره تا لباسشو بپوشه و کلر هم خودشو با وسیله‌های دوستش. اوه چقدر ماشین بد میشه.
کلر شخصیتیه که به خاطر دست و پا چلفتی بودنش همیشه مورد تمرکز